بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عدد ما أحاط به علمك. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من أنصاره وأعوانه. اللهم لعن الجبت والطاغوت، اللهم لعن أبا الشرور وأتباعه، اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله علیه. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان محترم مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام. عظم الله لك الاجر یا مولای یا صاحب العصر و الزمان. عرض تسلیت داریم روز شهادت آقا یعصوب الدین امام المتقین مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیهم السلام رو اول از همه خدمت ولی نعمتمون آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و شما حسینیان عالم، امیدواریم نماز روزه هاتون قبول باشه و بهترین ها خدمت شما تقدیم بشه از شبکه جهانی امام حسین علیه السلام. و خدا رو شاکریم که دومین شب قدر امسال رو هم طی کردیم. از خدا و آقا سید الشهدا آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف اون چه که به نظرمون میرسیده برای شما هم تحت قبه نورانی آقا سید الشهدا سلام الله علیه شب گذشته طلب کردیم، مخصوصاً طول عمر با عزت و سلامتی که انشاءالله خرج اهل بیت بشه و ماه مبارک های رمضان زیادی رو ببینیم، اون هم به عنوان موالی و سرباز آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. خدا رو شاکرم که در امروز هم این توفیق رو دارم که به صورت زنده و مستقیم با برنامه سلام کربلا از استدیوی برج مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام در شهر مقدس کربلا و در همجواری با حرمهای مطهر آقا سید الشهدا آقا ابوالفضل العباس علیهم السلام در خدمت شما و حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ محمد تقی زاکری باشیم از واشنگتن دی سی امریکا. ببینیم امروز جناب زاکری چه صحبتهایی با ما دارند و چه سفارشهایی به ما می کنند. در خدمت شما و این بزرگوار هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر روزداران عزیز و گرامی. امروز روزی است که مهمترین فاجعه دنیا اتفاق افتاده. امروز روز 21 ماه مبارک رمضان است که فاجعه ای همچون قتل انسانیت، قتل ارزش ها، کشتن تمام اون چرا که ارزش نام داره در چنین روزی در تاریخ اتفاق افتاده. ما همچنان آیات قرآن را ملاک اول بحثمون قرار میدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. آیا واقعا خیال کردید که شما انسان، شما بشر، خیال میکنی که آفرینش تو بیهوده بوده؟ تمام هدفمندان هر کاری را که میکنن بر اساس یک هدفی انجام میدن. خداوند انسان را که آفرید از گفتگوی با ملائکه معلوم میشه که انسان را آفرید برای حفظ ارزش‌های آدمی. آدمی اگر ارزش‌ها را نداشته باشه، اگر عقل و وجدان و دین نداشته باشه، یقیناً تبدیل میشه به یک موجود غیر قابل تحمل. نمیخوام بگم در رنده که بعضی ها بهشون بر نخوره، اما واقعاً به عنوان نمیدونم، میگن که اگر میگن یک وقت حیوان درنده ای یک انسان را لخت مادرزاد دید فرار کرد. واقعا انسان لخت مادرزادش شاید از حیوان قیافش بدتر باشه، ترسناکتر باشه. اگر این انسان را درونش رو باز بکنن، اگر معلوم باشه که این رحمانیه چقدر ارزشش بالا میره و مردم برای او ارزش قائل میشن، و اگر این درون باز بشه و معلوم بشه که این چقدر بده، چقدر نافرمانه، چقدر کفران نعمت کرده، چقدر ارزشش پیش مردم پایین میاد، هنگامی که یک عارفی را بهش خطاب رسید که میخوای حقیقت تو را برای مردم برملا کنیم تا مردم حتی پشت سرت نماز نخوانند، اگر مردی تو را تشییع نکنند، اون هم خطاب کرد پروردگارا میخوای رحمتت را برای مردم بازگو بکنم تا کسی دیگه تو را عبادت هم نکنه، چون مطمئن باشه چقدر تو رحیمی و بزرگوار. این مثال رو بیارید در امیر مؤمنان. نمیخوام بحث خدایی بکنم، یقینا حضرت فرمودن نزلونا من الربوبیه، ما را از خدا بودن بیارید پایین، هر چی میخواید بگید بگید، علی خدا نیست یقینا. اما فرق بین علی و ارزش ها، یعنی دو روی یک سکه، و آن چرا که دیگران جای علی می نشینند و ستم ها، اون هم دو روی یک سکه است. بنابراین خداوند میفرماد ای انسان، تو را آفریدم که تو را جانشین خودم قرار بدم. چی شد؟ رسیدی به جایی که خداوند باید روز قیامت این دستور رو بده، وقفوهم انهم مسئولون، نگاهشون بدارید، ایست بازرسیه، اینها مسئولن، اینها باید پاسخ بدن. در روایت داره از چی باید پاسخ بدن؟ جوابش اینه که از ولایت امیرالمؤمنین. یه همچین نعمت به این بزرگی را خداوند به بشریت عنایت کرد، اما بشریت چگونه با علی برخورد کرد؟ علی ابن ابی طالب، این امام بزرگوار، اون روزی کشته شد که پیغمبر اکرم از دنیا رفت و
و اون کودتای سفید به وقوع پیوست. بحث بحث کشیدن مار یا نوشتن ماره. در کتاب‌های دبستانی این رو می‌خوندیم که یک معلم دانا مار را نوشت و یک شخصی که ادعای معلمی کرد مار را کشید و به نوجوانهایی که در کلاس بودن که هیچی هنوز درس نخونده بودن سوال کردن کدوم یکی از اینها ماره. یک مسئله ایست که حکومت‌ها تمام حکومت‌ها و استثناء نداره با علی خوب نیستن، با حضرت علی رابطه خوبی نداره، چون خودش حاکم میخواد ظلم را حاکم بکنه، زور را حاکم بکنه، قدرت را حاکم بکنه، نه عدالت را، نه ارزش‌های انسانی را. امروز فرصت خوبیه که من و شما که در سوگ امیر مؤمنان نشستیم کتاب‌های تاریخ رو نگاه بکنیم، ببینیم علی مظهر چی بود و چرا حکومت‌ها با علی مخالفه. این بحثی رو که ما می‌کنیم بحث امامت نیست، اگرچه بحث امامت از مهمترین مسائله. در روایت داره ما نودیه به شیء افضل من الولایه، هیچ موضوعی بیشتر از ولایت، ولایت امیر مؤمنان، نه ولایت مطلقه، ولایت امیر مؤمنان، ولایت امیر المؤمنان با اون عظمتش مقید به حکم خدا بود. امروز بشینیم بررسی بکنیم ببینیم علی ابن ابی طالب چی میخواست، چه میکرد. دورانی که مظلوم واقع شد چه کرد برای خدمت به مردم، و دورانی که در ظاهر اومدن باهاش بیعت کردن و ازش خواستن و مجبورش کردن حکومت را بپذیره. روایت داره مردم وقتی که آمدن برای این که حضرت را مجبور بکنن، وادار بکنن که حکومت را بپذیرن، روایت داره کاد الحسنان، امام حسن و امام حسین نزدیک بود زیر پای این مردم له بشن و از دنیا برن، اینقدر هجوم سخت بود. با این حال حضرت وقتی که حکومت کرد، وقتی که مهربانی مطلق را حاکم کرد بر ظلم مطلق، همین مردم نتوانستن. یه مسئله مهمیه که چه زمانی امیر مؤمنان شهید شد. امیر مؤمنان به عنوان یک بدن، به عنوان یک حاکم، بله، در شب 19 ضربت بر سر مبارک ایشون وارد آمد. ابن ملجمی قاتل است، اما کشته شدن حضرت در زمانه بعد از شهادت پیغمبر اکرم بود. نگذاشتند علی قرآن را بیاره در میان مردم، نگذاشتند این بزرگوار، این امام برحق، این جانشین حقیقی رسول خدا، نگذاشتند ایشون بیاد با مردم حرف بزنه. خیلی عجیبه، اونهایی که دیدن غل به گردن علی ابن ابی طالب، این پیشوای بزرگ، ریسمان به گردنش انداختن و او را میکشن، دستهاش بسته شده، میکشن برای بیعت. علی ابن ابی طالب کیه؟ در همون هنگام نگاه کرد، دید زهرای اطهر آمده، دستش را بلند کرده میخواد دعا بکنه. سلمان را طلبید، سلمان برو مانع بشو، نکنه فاطمه زهرا دخت پیامبر نفرین بکنه، که اگر نفرین بکنه تمام دنیا را به هم میزنه، تمام مردم را
به هلاکت میرسانه. سلمان یا غیر سلمان داره در روایت میگه نگاه کردم دیدم زمین مسجد پیغمبر اکرم از جا کنده شد رفت بالا، گویی یک نفر میتونست قشنگ از زیر این ارتفاعی که زمین پیدا کرده، از زیر این یک نفر کامل، انسان قد بلند عادی، میتونه عبور بکنه. علی مواظب اینه نکنه دین خدا از بین بره. چقدر میشه از این ارزش ها حمایت کرد؟ چقدر میشه ارزش ها را حفظ کرد؟ امروز من و شما شیعه امیرالمؤمنین، پیرو امیرالمؤمنین، چی از امیرالمؤمنین میدانیم؟ امیرالمؤمنان راوی میگه وارد کوفه شدم دیدم یک کسی اینجور دستشو داره میکنه، داره خطبه میخونه برای مردم اما دستشو حرکت میده. میگه به پدرم گفتم بابا این کیه؟ گفت بابا این امیر مؤمنانه، این خلیفه مسلمینه. گفتم چرا دستشو اینجوری تکون میده؟ گفت بابا یک دونه پیراهن بیشتر نداره، این پیراهن خیسه، تعبیر از منه، شاید تازه شسته شده بوده. حضرت غیر از این پیراهن نداره و خلیفه مسلمینه، اینجوری میکنه باد این پیراهن رو خشک بکنه. امیر مؤمنان با همون لباس، با همون شمشیر، با همون وضعی که داشت حاکم بر 50 کشور امروز شد و با همون لباس، با همون شمشیر از دنیا رفت. برای اینه که حاکمان نمیخواهن علی مطرح بشه. بهترین نمونش این حادثه 11 سپتامبر که به وجود آمد. اونجا بود که تازه دنیا چشم باز کرد که علی کیست. چرا توی اینهایی که حادثه 11 سپتامبر رو به وجود آوردن و بعد از اون القاعده به وجود اومد و بعد از اون طالبان به وجود اومد و داعش ها به وجود اومدن، چرا یک نفر از اینها شیعه نیست؟ چرا؟ این قابل تأمل نیست؟ من و شما شیعه به فرزندمون چی یاد میدیم؟ در تمام دنیا به گمان این که یک شخصی میخواد توطئه بکنه، به گمان زندانش میکنن، شکنجش میکنن تا تحقیقات به طور کامل انجام بشه، معلوم بشه حقیقا میخواست یا نمیخواست. گزارش ها دروغ بوده اما بازداشتش میکنن. در همون شب حضرت به یک کسی از اصحاب خاص خودشون فرمودن این قاتل منه. گفت یا علی اگر میدانی این قاتل شماست چرا بازداشتش نمی کنی؟ چرا نگه نمیداری؟ حضرت فرمودن هنوز که کاری نکرده. اینو به فرزندانمون یاد بدین که قصاص قبل از جنایت حرامه. علی از حرام بودن فعل فرار میکنه. هنگام زمامداری امیر مؤمنان راهپیمایی کردن اونهایی که بیشتر از حقشون میخواستن و علی بهشون نمیداد، اونهایی که چپاول میخواستن بکنن، حتی اونهایی که به عنوان اینکه نماز تراویح را که نماز مستحبیه به جماعت میخونن اهل سنت و در شیعه باطله، حرامه، بدعته. حضرت امیر در زمان حکومتشون منع کردن، فرمودن این فعل حرامه تو مسجد انجام میشه. 7 نفر سر و صدا راه انداختن با سنت عمره، چون نماز تراویح به جماعت رو خلیفه دوم را انداخت و خودش گفت بدعت خوبی گذاشتن. حضرت امیر فرمودن میخوان بخونن برن بخونن. وقتی که یک مردمی نمیخواهن بیدار بشن، چاره ای جز این نیست که بگذاری در جهل خودشون غوطه‌ور بشن.
مردم راهپیمایی کردن، اعتراض سیاسی کردن. امیر مؤمنان میفرماد من میدونم چی شماها را آرام میکنه. لا یقومکم الا السیف. شماها را کسی نمیتونه شماها را آرام بکنه، دهنهای اعتراض آمیز نابحق شما را ببنده، سر و صدای باطل شما را نمیتونه کسی فروکش بکنه مگر شمشیر، یعنی زور، یعنی قدرت، یعنی همان چرا که بقیه خلفا انجام دادن، اونهایی که به اسم خلافت پیغمبر اکرم حاکم شدن. اما حضرت بفرماد و فی ذلک فساد و دینی، دین من زیر سؤال میره. امروزه اونهایی که زده شدن از بعضی کارهای حاکمان در کشورهای خاورمیانه، به جای این که برن علی بفهمن، از دین بر میگردن. برید علی بفهمید، برید بفهمید علی این همه دشمن داشت اما کسی یک دونه بدی از علی نقل نکرد. بله نقل کردن طلحه و زبیر یا ابن عباس یا عقیل برادر حضرت، آمدن با حضرت بحث خصوصی بکنن. حضرت چراغی که با پول بیت المال روغنش خریده شده بود، چراغ رو خاموش کردن. اینا تعجب کردن چرا اینو خاموش کردی؟ حضرت چراغ دیگه‌ای که با پول سهم خودش، با درآمد شخصی خودش که از بیت المال گیر آورده بود، اونو روشن کردن. گفتن یا علی چرا؟ حضرت فرمودن اینو از پول بیت المال خریدم، پول بیت المال توی اینه. ای اونهایی که بیت المال دستتون مانند برگ درخت در پاییز به هدر میره، ای کسانی که بر مسند قدرت نشستید به خیال این که جای علی را گرفته اید، اما علی وار حکومت نمی کنید. علی به جای مشت گره کردن، به جای دندان تیز نشون دادن، می خندید، لبخند می زد. می دونید عیبی که از علی نقل کرده، یکی از اونهایی که خودش را بعدا خلیفه رسول خدا خواند، گفت ان علی فیه دعابه، یعنی خنده روه، لبخند داره، دعابه داره. اونها حاکم رو خشن میخوان. قدرت آدم رو خشن میکنه. به خاطر همینه که امیر مؤمنان ارزش ها را حفظ کرد. اعدلکم علی، فرمایش پیغمبر اکرم ظاهرا در روایات در کتاب ها اینجوری آمده، اعدلکم علی. اما چرا علی رو با شمشیر نشون میدن؟ چون عادل قابل تصویر نیست. لذا شجاعت های حضرت را و مبارزات ایشون را برای استقامت اسلام و پیشرفت اسلام اونو به تصویر میکشن. اگر نگیم که من معتقدم، اگر نگیم اول کسی که این کار را کرد یک نقاش مسیحی بود، حالا فکره از خودش بود، دیگران بهش گفته بودن، حضرت رو با شمشیر نماد امیر المؤمنین ذوالفقاره. ذوالفقار برای از بین بردن ظلمه، ذوالفقار برای از بین بردن ستمه. ادیان الهی به خصوص رسول گرامی اسلام، به خصوص امیر مؤمنان که مظهر عدالت خداونده، اینها آمدن. قرآن کریم داره تا غل زنجیر را که حکومت ها بر دست و پای بشر زدن، اینها آمدن، این بزرگواران، تا این غل زنجیر را باز بکنن. امیر مؤمنان عدالتش رو مردم نمیخوان. عدالت در چیه؟ در تقسیم ثروته. کسی نگفت که علی لبخند نزد، سوال داشتم جوابم نداد، با تکبر راه رفت، هیچ کدوم اینها نخورد، نگفت به علی نمیچسبه.
اون چرا که به علی میچسبه مظهر عدل الهیه. اون چرا که به علی میچسبه یک دونه زندانی سیاسی نداشته باشه. دشمن حضرت ماهواره درست کرد. تعجب نکنید بازار اون روز در مقابل مسجد کوفه اشعث مخالف حضرت بود، یک مناره، یک گلدسته درست کرد، میرفت بالای گلدسته در وقتی که امیرالمؤمنین خطبه روز جمعه میخوند فحش ناسزا به امیر مؤمنان میگفت با صدای بلند، تشویش ایجاد بکنه، پارازیت رها بکنه تا صدای علی به مردم نرسه. این علیه که شبها رسیدگی به فقرا میکنه، نوف بکالی میگه با علی رفته بودم بیرون، دراز کشیدیم. هنوز چشم علی گرم نشده بود، دیدم برخاست، گفتم آقا نخوابیدید، استراحت نکردید. حضرت فرمودند اگر من شب بخوابم خدای خودم را فاصله با او ایجاد کردم و اگر روز بخوابم حق مردم را ضایع کردم. لذا یک خواب سیر که ما هر روز 8 ساعت خواب میکنیم، هر روز 8 ساعت خواب داریم، علی 1 ساعت خواب سیر نداشت. این رو به فرزندانمون بگیم، نشون بدیم به فرزندانمون از این دستگاه های پیشرفته جدید، تلفن ها، امثال اینها، کامپیوتر ها، از اینترنت، از همه اینها استفاده بکنیم تا حکومت علی را مطرح بکنیم. من مخالف پیشرفت ولایت نیستم، من معتقدم اگر ما حکومت علی را معرفی کردیم، یه قصه به شما بگم، تو همین چند روز گذشته یک امام جماعت ظاهرا مال الجزایر تونسه، اون جهاست، یک امام جماعت گربه اومد از سر و روی او بالا رفت، این مقطع ویدیو پخش شد، بیشتر از 1,000,000 آدم لایک زدن براش، چند تا خانواده اونجوری که در اخبار آمده بود، چند نفر مسلمان شدن چون رحمت امام جماعت رو دیدن. چه به حال ماست که رحمت علی را برای مردم معرفی نمی کنیم؟ امام صادق می فرماد لو عرف الناس محاسن کلامنا لاتبعونا، اگر مردم بدانند ما چقدر حرفای زیبا داریم، مردم از ما پیروی می کنن. چرا زیبایی های حکومت علی را برای مردم بیان نمی کنیم؟ امیر مؤمنان مظلومی است که در میان طرفداران خودش بیشتر مظلومیت بر او وارد شد تا از طرف دشمنانش. مشکلی که ایجاد شده که دشمن علی رو از دین جدا کرده، دین شده یک قالب، دین شده یک ظاهر، دین واقع نداره. امروزه مردم از دین فرار میکنن، به خاطر روش حاکمان از دین فرار میکنن، به خاطر روش زمامداران از دین فرار میکنن. چرا در زمان علی، در زمان رسول خدا، چرا هیچ کس از دین فرار نکرد؟ فکرشو کردی؟ تاریخ یک نفر رو هم نقل نمیکنه که از دین فرار کرده باشه. اما در زمان حجاج گروه گروه مردم از دین خارج می شدن، چون حجاج خودش رو حاکم به اسم رسول خدا قرار داده بود. بیایم امیر مؤمنان را خودمون بشناسی. حرفایی که پیغمبر اکرم در تعریف و در فضیلت امیر مؤمنان فرموده اینا رو نگاه نکنید، اینا کارهاییست که همه دارن انجامش می دن. ایمان عمل باید داشته باشه، ایمان عملی علی را به مردم معرفی بکنیم، به اونهایی که از عملکرد من آخون فرار کردن و فرار میکنن و خیال میکنن من نمودار اسلام حقیقیم،
به اونها بفهمانید که امثال زاکری یک فرد هم. یک فرد. این یک فرد خطا میکنه. چرا خداوند داستان خطایی که از حضرت آدم در قرآن نقل شده که آدم نافرمانی کرد، آدم عجله کرد، خطای فرزند نوح، با اینکه اون موقعی که حضرت آدم خطا کرد پیغمبر نبود، هنوز تو بهشت بود، یعنی تکلیف نبود، با این حال خدا میفرماد و عصا آدم ربه، فرزند نوح، همسر لوط. این همه تاریخ، اینها رو برای چی قرآن نقل کرده و تاریخ نقل کرده؟ برای این که شما، شمایی که زود میرنجی، بفهمی پسر پیغمبر با بدان بنشست. حاکمان کشورهای اسلامی کجا درس خوندن؟ تو دانشگاه‌های کشورهای غربی. اونایی هم که درس نخونده رسیدن به مقام دکتری، اونها هم چقدر مطالعه حکومت علی را داشتن. ازشون بخواید یک سخنرانی راجع به حکومت امیر مؤمنان بکنن. چرا هیچ کدوم زمامداران ما در کل خاورمیانه و کل کشورهای اسلامی تو سخنرانیاشون، تو خطبه های نماز جمعهشون، چرا از عدل علی سخن نمیگوین؟ از رحمت علی سخن نمیگوین؟ از محبت علی سخن نمیگوین؟ از رفتار سیاسی با مخالفین سخن نمیگوین؟ چون میترسن. میترسن شما بهشون بگی اگر شما خودت را جانشین علی ابن ابی طالب میدانی چرا این رفتار رو داری؟ سلمان، خداوند رحمتش بکنه، درود بر سلمان، و هم دیگه با امیر مؤمنان رفته بودن بیرون، امیر مؤمنان جلوتر حرکت میکردن، سلمان پشت سر بود. یک وقت حضرت احساس کردن یک کسی ورجه ورجه میکنه، نگاه کردن دیدن سلمانه. سلمان آدم پخته ای بود. این کار از سلمان بعیده. اما اونی که ما باید بفهمیم چیه؟ خوندن خط نوشته خیلی مهم نیست، خوندن خط نانوشته مهمه. سلمان چه میکنی؟ عرضه داشت یا امیرالمؤمنین، از پیغمبر اکرم شنیدم هر که پا جای پای علی بگذاره رستگاره. من درم سعی میکنم پامو جای پای شما قرار بدم. میدونید که آدم ها به اندازه ارتفاعشون پاهاشون فاصله ایجاد میشه، غیر ممکنه راه رفتن عادی را دو نفر مثل هم دیگه بتونن راه برن الا ورجه ورجه بکنه. سلمان نمیدونه فرمایش پیغمبر این نیست، میدانه. امروز بیایید ما پا جای پای علی بگذاریم. علی همسر داشت، همسرشو دوست داشت، فرزندانشو دوست داشت، حیواناتی را که تو خانه ام کلثوم بودن در شب ضربت خوردن امیرالمؤمنین، علی اونها را دوست داشت. امیر مؤمنان محبت مطلق الهی بود، رحمت مطلق الهی بود. بیاییم از علی یاد بگیریم، به فرزندانمونم یاد بدیم که علی چگونه بود، چگونه زیست و چگونه شهید شد. مولای من، زبان من قاصر است از این که بتوانم فضل شما را بیان بکنم، و زبان قاصر است از این که مظلومیت شما را بیان کنم. اول مظلوم تاریخ، اولین مظلوم تاریخ و آخرین مظلوم تاریخ علی بود. صلى الله عليك يا أمير المؤمنين، صلى الله عليك يا سيدي ومولاي. اگر تو بودی، اگر ارزش هایی که تو گفتی و فرمودی،
اگر ما اینها رو یاد گرفته بودیم امروز دو تا برادر از همدیگه اختلاف پیدا نمی کردن با همدیگه. امروز یک مسلمان بهش تعدی نمی شد. یا امیرالمؤمنین، حاکمان ما زمان را جوری به عقب برگرداندن که راهی برای بازگشت نه برای خودشون گذاشتن و نه راهی برای معرفی کردن تو ای امیر مؤمنان قرار دادن. امیدوار هستم امروز را غنیمت بشمارید، باقی مانده از امروز و امشب را غنیمت بشمارید. من به خودم میگم غنیمت بشماریم، علی شناس بشین تا علی فرزند ابی طالب امیر مؤمنان را بهتر بشناسیم. صلی الله علیک یا مولان. امیدوارم که این مقدار وقتتون را که برای من گذاشتید مفید باشه و انجام وظیفه بکنیم و شما ما را هم دعا بکنید. قبل از هر چیز دعا برای سلامتی امام زمان که منقذ حقیقی و نجات دهنده حقیقی همه انسان هاست. تا برنامه دیگر، تا شب قدر باز هم شما را میبینیم انشاءالله. خدا نگهدارتون. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج. کمال تشکر رو داریم از حضرت حجت الاسلام المسلمین حاج شیخ محمد تقی زاکری که سعی فرمودند شخصیت آقا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب رو در همین چند دقیقه تذکر بدن و تشویق به یادگیری و پژوهش در ارتباط با زندگانی و نوع رفتار این امام همام. انشاءالله همگی عامل باشیم و تمام موارد رو اول در زندگی خود و بعد در زندگی دیگران تأثیر بدیم. اما وقت اون اومده و شده دیگه، بنده به نیابت از شما دست ادب به سینه بگذارم، خیلی کوتاه خدمت اربابمون عرض سلام داشته باشیم و هر چند تماسی که تونستیم در این وقت باقی مانده به کربلای معلا وصل بکنیم. هر که دارد هوس کرب و بلا، بسم الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداهم. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، السلام عليك وعلى أولادك، السلام عليك وعلى إخوانك خصوصا أبا الفضل العباس، السلام عليك وعلى أصحابك، السلام عليك وعلى المستشهدين في طريقك، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. قبول باشه زیارتتون انشاءالله خیلی زود مشرف بشید و از نزدیک زائر باشید. پل ارتباطی شما با کربلای معلا 2-0964-771-6167 100 در اختیار شما هست که تماس بگیرید، عرض سلام داشته باشید، انشاءالله مدیریت بکنید، کوتاه سلام بدید، تماس های بیشتری وصل بشه. اولین تماس، سلام علیکم و رحمت الله. سلام، خسته نباشید، وقت شما بخیر. وقت شما بخیر، تسلیت عرض میکنم، بفرمایید زیارت. دستم در نکنه انشاءالله، حال ما شده، حال ما خوب بشه انشاءالله. خدای یک کار کن انشاءالله همه سلامت باشین، کل جامعه ایران همه خوشحال باشن، هیچ وقت غمگین نباشه، شاید ملت هیچ وقت داغ نبینه انشاءالله. انشاءالله وضعیت کشور ما گرونی، همه چی رفت بشه انشاءالله، حال من خوب بشه انشاءالله. انشاءالله برای همه هست بهش برسم.
ممنونم دست انشالله من هر خواسته‌ای که دارم همه جوان حتی منم به خواستم برسم انشالله. اللهی آمین. حاجت روا باشید انشالله. دستتون در نکنه. یا علی مدد، خدا نگهدار شما. صلوات الله عليك يا مولاي يا ابا عبد الله، عظم الله لك الاجر باستشهاد ابيك امير المؤمنين علي ابن ابي طالب، صلوات الله عليكم اجمعين. تماس بعد. سلام عليكم ورحمه الله. سلام عليكم آقای میخائیل زاده، التماس دعا دارم. خواهش میکنم خواهر بزرگوارم، بفرمایید زیارت. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و سید النسین، السلام علیک یا فاطمه سیدت نساء العالمین، السلام علیک یا سار الله و ابن سار والوتر الموتو، السلام علیک علی ارواح التي حلک بفنای، علیکم منی جمیعا سلام الله ابدا ما بقی و بقی اللیل و النهار. السلام علیک یا ابا عبدالله، لقد عظمت الرضیت و جلت و عظمت مطیبت بک علینا و علا جمیع اهل السلام. التماس دعا دارم آقای قبول باشه زیارتتون خواهر بزرگوارم. حاجت روا باشید، ممنونی. شفای بزرگ، التماس دعا از شما دارم. حتما حتما انشاءالله توفیق داشته باشیم باز هم زیارت بریم و اجازه بدن، حتما دعاگوی همگان خواهیم بود مثل همیشه. و اما تماس بعد. سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکر. بفرمایید زیارت. حاجت روا باشید انشاءالله. یا علی مدد، خدا نگهدار شما و همه عاشقان آقا امیرالمؤمنین و اولاد معصومشون باشه. صلوات الله علیکم. الحمد لله رب العالمین. شکرا لک یا ابا عبدالله، شکرا لک یا ابا عبدالله. تماس بعد رو دریافت کنیم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم آجی. خواهر بزرگوارم، ممنون. بفرمایید زیارت. باشه بچشم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. دو برق آقا امیر المومنین، برق شهادت آقا امیر المومنین، فرج آقا امام زمان ما را زورش سلامتی شد. یا الله. الهی آمین. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک ابن رسول الله، السلام علیک یا امیر المومنین ابن سید الوسین، السلام علیک یا فاطمه الزهرا، السلام الله علیک، السلام علیکم جمیعا و رحمت الله برکاته. السلام علی الحسین علی 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 حسین علی اولاد حسین علی اصحاب حسین. السلام علیکم یا قمر مهی بنی هاشم یا عالم دار کربلا، سرت از طرف پدرتان سلامت باد بابا. السلام علیکم یا بی بی زینب کلا، السلام علیکم علی از جان علی بر جان، السلام علیکم یا بی بی روحی، السلام علیکم افتاد تن شهید های داشتی کربلا های بسید لا بقی مام سین بقی فاطمه زرا، فرج آقا امام زمان و حال زورش سلامتی شد نزدیک تر به سلامتی الهی آمین. صحاب زمان و بوات مومنین و مامن و مسلمین و مسلمات، اموات گذشتگان، اموات بی وارث وارث دار، اموات خود ما بچیدم خدا، جوانان را برای راست رنمایی کنی، وقت بیمار کربلا، وقت فرق شکافی علی، بیمار های خلق شفا، بیمار های منو آقا ما را تلویز کرد یا آقا به فرق شکافتی علی، خدایا قسمت میدم نزاری ما به ترخیدن رسید، خود دیگر ریزی ما را امزاک آقا در اجا آقای ما زمان خودم میخواییم. الهی آمین. اللهم عجل لولی کل فرج. قبول باشه خواهرم زیارتتون. حاجت روا باشید انشاءالله.
الحمدلله رب العالمین. تماس بعد رو دریافت بکنیم. سلام علیکم و رحمت الله. الو سلام آقای میخل افزاده. علیکم السلام خواهر بزرگوارم، بفرمایید زیارت. شهادت آقای امام علی علیه السلام و تسلیت میگم. ما هم عرض تسلیت داریم خدمت همگان. سلام علیکم منی سلام الله السلام عليك يا أبا الحسن، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليكم جميعا. اللهم عجل لبلي، اللهم عجل لوليك الفرج. قبول باشه خواهرم زیارتتون، حاجت روا باشید انشاءالله. کمتر از دو دقیقه فرصت داریم، تماس بعد رو دریافت بکنیم. سلام علیکم و رحمت الله. زائر محترم تماس شما برقراره. سلام علیکم. سلام علیکم آجی آقا. بفرمایید زیارت خواهرم. السلام علیکم یا ابو عبدالله الحسین، السلام علیکم یا متاسفانه تماسشون قطع شد. فقط یک دقیقه فرصت داریم از وقتمون استفاده بکنیم، دست به دعا برداریم، به درگاه خدا التجا پیدا بکنیم و عرض بکنیم اللهم به حق امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب عجل لولیک الفرج، اللهم به حق فاطمه الزهراء عجل لولیک الفرج، اللهم به حق الحسن والحسین صبطی نبی الرحمه عجل لوليك الفرج، اللهم بحق الأئمة الأطهار عجل لوليك الفرج، اللهم بحق صاحب العصر والزمان عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من أنصاره وأعوانه. اللهم لعن الجبت والطاغوت، اللهم لعن أبا الشرور وأتباعه، اللهم صل على محمد وآل محمد. امیدوارم همیشه زنده باشید، صحیح و سالم باشید در راه اهل بیت، به ویژه آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف. قدم بردارید، نفس هاتون و حنجره هاتون رو خرج اهل بیت بکنید و انشاءالله زنده باشید و باشیم تا یه برنامه دیگه از برنامه های سلام کربلا. یا علی، از کرم امام حسن شدم غم تو موندم، آخرش مردم با پیرن سیاه کفن، شدم غم تو موندم آخرش مردم با پیرن سیاه کفن شدم. یا حسین کرب و بلا، یا حسین کرب و بلا، باز ببین اومدم با یه چشمان خیز، جز به گریه کنان